فاروق اختیاروویچ یه پاس عالی از اختیاروویچ در سر رو هم میزنه بازیکن تیم پاس و توی دروازه گل اول رو غلامی به ثمر میرسونه. جباری روانخواه جباری خوب پیدا میکنن هم دیگه رو، بازیکن استقلال ضربش رو هم میزنه که تومیش توپ رو جمع میکنه، ارسال انجام میشه بلند، ضربه سر رو هم میزنه موقع بازیکن استقلال، توپ تیر دروازه برخورد میکنه و برمیگرده. سید محمد علوی فرصت برای شوت زنی داره، علوی که اون لحظه آخر میثم منیعی ارتباط رو قطع کرد، یه پاس خوب از میثم منیعی برای آرش برهانی از دروازه خارج شد، ساندرو تومیچ اشتباه از ساندرو تومیچ و نهایتاً توپی که به هر زحمتی هست جمع میکنه. مشتاق جباری سوم کورنر استقلال رو میزنه، یه موقعیت عالی و توی دروازه امید روانخواه بالاخره دروازه پاس رو باز کرد، انقدر فشار آوردن روی خط دفاعی تیم پاس تا بالاخره این بازیکن شماره 23 امید روانخواه با ضربه سر توپ ارسالی مشتاق جباری رو به این شکلی که شاهد هستیم به تور دروازه تیم پاس چسبون تا حساب کار اینجا هم 1-1 مساوی بشه. خسرو ایدری خیلی همچنان صاحب توپ، خسرو ایدری درگیر با کاپیتان استقلال یعنی علی منصوریان برای فاروق اختیاروویچ قشنگ کار میکنه، فاروق اختیاروویچ بوریا قفوری پاس عالی برای مهدی خیری وارد محوطه شده، خیری ضربش رو میزنه که میگیره اشکان نامداری. اینور جواد شیرزاد به استقبالش اومده امیرآبادی، شیرزاد ضربش رو هم میزنه واقعا دروازه‌بان پاس همچنان هست که به این شکل امیرآبادی توپ رو به بیرون میفرسته. حنیف امرازاده جلو کشیده و امید خورجی که به محوطه جریمه استقلال اومدن تو از ضربات سر خودشون استفاده بکنه، ارسال انجام میشه، فرصت ضربه سر رو میزنه این و چترابگون درون محوطه کنترل کرده ضربش رو هم میزنه که از کنار دروازه با چه فاصله اندکی به بیرون میره ضربه چترابگون. یک کارت زرد رو هم میگیره بازیکن استقلال به خاطر اعتراضای زیاد خودشون. علوی برای بوریا قفوری پشت محوطه میتونه ضربه بزنه، بوریا قفوری ضربش رو هم میزنه که بعد از برخورد به تیر دروازه به بیرون میره. در نیمه اول تیم پاس موفق شد با ضربه سری که اشکان نامداری به اشتباه به توپ زد دروازه استقلال رو باز بکنه. این فرصت رو ببینیم علیزاده درون محوطه جریمه ضربش رو میزنه، اونجا درگیر هستن بازیکنان هر دو تیم، نهایتا این جواد شیرزاد است که